گر نه ای عین تماشا حیرت سرشار باش، گر نه ای عین تماشا حیرت سرشار باش، سر به سر دلدار یا آیینه دلدار باش، یا هجوم عیش شو چون نغمه ذوق وصال، یا سراپا درد دل چون ناله بیمار باش. بی نیازی های عشق آخر به هیچت می خرد، جنس موهومی دو روزی بر سر بازار باش. هر قدر مژگان گشایی جلوه در آغوش توست، ای نگاهت مفت فرصت طالب دیدار باش. یک قدم راه است بیدل از تو تا دامان خاک، بر سر مژگان چو اشک استاده ای هوشیار باش. در انتهای شب به نام خدا. یاران و ادب دوستان صاحب دل سلام، سلامی به گرمی رفاقت و سلامی صمیمی و صادق بر شما ای عزیز. در این شب روحانی بار دیگر توفیق رفیق راهمان شد و فرصت یافتیم تا با برنامه در انتهای شب در جمع روحانی شما صاحب دلان ادب دوست حاضر شویم. عزیزان، امشب درباره بیدل دهلوی و بعضی جنبه های شعر این شاعر توانا برایتان خواهیم گفت. شما را به شنیدن این برنامه دعوت میکنیم. با یکی از غزل‌های معروف بیدل سخن شبانه را آغاز می‌کنیم که آن را بسیار لطیف و فاخر و زیبا سروده است. ستم است اگر هوست کشد که به سیر سرو و سمن درا، تو ز غنچه کم ندمیده ای در دل گشا به چمن درا. پی نافه های رمیده بو مپسند زحمت جست و جو، به خیال حلقه زلف او گرهی خور و به ختن درا. هوس تو نیک و بد تو شد، نفس تو دام و دد تو شد، که به این جنون بلد تو شد که به عالم تو و من درا. غم انتظار تو بردم، به ره خیال تو مردم، قدمی به پرسش من گشا، نفسی چو جان به بدن درا. نه هوای اوج و نه پستیت، نه خروش هوش و نه مستیت، چه سحر چه حاصل هستیت، نفسی شو و به سخن درا.
ز سروش محفل کبریا همه وقت می رسد این ندا که به خلوت ادب وفا ز در برون نشدن درا. به درای بیدل از این قفس اگر آن طرف کشدت هوس، تو به قربتان همه خوش نی که بگویمت به وطن درا. بخش وسیعی از مضامین شعر سبک هندی با توجه به خواستگاه عقلانی آن و با در نظر گرفتن هوش و اختیارهای بیش از اندازه عقل از سوز و گدازهای عاطفی به دور است. باید گفت در تغییر سبک یا مکتب وقوع به سبک هندی، استحاله احساسات واقعی به تفکرات واقعی به خوبی آشکار است. بدین شرح که احساسات و عواطف موجود در شعر وقوع در سبک هندی جای خود را به مکاشفه های عقلی می دهد. در سبک هندی روش کار بر اساس بیخودی شاعرانه و الهام و اشراق نیست، بلکه اصول کار در این سبک بر تفکر آگاهانه و ژرف اندیشی عاقلانه بر مرکب خیال مبتنی است. عنصر عقل در سبک هندی عرصه وسیعی دارد، اما عشق در آن کمتر جلوه می کند. به بیان دیگر، اگر شاعر سبک وقوع در غزلیاتش به مدهوشی و بیهوشی می رسد، در بیشتر اشعار شاعر سبک هندی یک رگ غیرهوشیار نمی توان یافت، زیرا او در کسب آگاهی و تأمل درباره اشیا و مفاهیم غرق است. از یک دیدگاه کلی شعر هندی شعری هوشیارانه و خردمند است. این نوشر با مجلس سنا و محفل شور مناسبتی ندارد. در عرصه این سبک عقل مضمون اندیش معرکه گردان است، نه عشق عافیت سوز. بسیار پیش می آید که شاعران این سبک یک دریافت شورانگیز را به منظور ملموس شدن آن با تجربه زمینی نزدیک و برابر می دانند. در نتیجه مجموع معانی حاصل شده دقیق و درست نیست و خواننده از درک درست آن مقام محروم می ماند. لذت در شعر هندی لذتی عقلانی است. در ابیات هندی مدام ضربه های تکان دهنده به فکر و عقل وارد می شود و این ضربه ها پایه های عقل را به نوسانی خوشایند در می آورد، اما از نفوذ به عمق روح عاجز است. در تقسیم بندی عناصر تشکیل دهنده ادب به خیال و عاطفه و اسلوب و معنا، پای شعر هندی در مقوله عاطفه لنگان است. اما در وادی خیال پای رهوار و قوتی بسیار دارد. عبدالقادر بیدل دهلوی به راستی از شاعران بزرگ سبک هندی است. او از شاعران توانایی است که مضامین ناب و عالی را بیان می کند. حکمت و فلسفه اساس کار بیدل را تشکیل می دهد. او با آمیختن عناصری چون تشبیه و خیال با حکمت و عرفان شعری پرمغز و در عین حال زیبا و شاعرانه خلق کرده است. شعر بیدل از عیوب سبک هندی نیز مبرا نیست، لیکن سوز و درد و حماسه، اندوه، حیرت، خشم، خنده و نیاز و نهیب از صور بارز عاطفی شعر اوست. در این میان سهم اندوه که بسیار عارفانه و گاه فلسفی است از دیگر عناصر بیشتر است. روح نارام بیدل همواره بین عرفان فلسفی و فلسفه عرفانی در نوسان است. این امر گاه از شعر بیدل چهره عبوس و یأس‌آمیز ترسیم می کند و این مطلب باعث می شود که او حتی خنده را به قاه قاه گریستن تعبیر کند. به این بیت گوش کنید. به عیش
خاصیت شیشه های می داریم که خنده بر لب ما قاه قاه می گرید. بیدل این اندوه بشری را به گونه ای بیان می کند که نمی توان آن را سوز و گداز های ساختگی خواند. بیدل فاصله بین شعر و شاعر را به حد اقل رسانده. از این رو شعرش آینه تفکرات و تأملات عارفانه است که در لایه ای از وحشت و حیرت پیچیده شده است. چنان که می سراید: چمن به خاطر وحشت رسیده می ماند، به ساعت قنچه به دامان چیده می ماند، ز قنچه دل بلبل سراغ پیکان گیر، که شاخ گل به کمان کشیده می ماند. قده به بزم تو یارب سر بریده کیست، که شیشه هم به گلوی بریده می ماند. آنچه از تأمل در دیوان بیدل برمی آید این است که او نیز همچون دیگر عرفای مسلمان شیفته مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بوده است. بوی سخنان حکمت آمیز و رایحه گلهای فلسفی نهج البلاغه در جای جای دیوان او به مشام می رسد. زیر و بم ساز سخن بیدل در گرو بینش وحدت وجودی اوست. فرا واقع گرایی حیرت آور خیال و لحن دردآلود و محزون او جملگی زائیده نگرش فلسفی و عارفانه است که از آن سود می برد. اما بیدل از رندان سخن گفتن باز نمی ماند و گاه به شیوه مولانا با لهجه شوخ به این گونه عوالم وارد می شود و می گوید: دوستان در گوشه چشم تغافل جا کنید، تا به عقبا سیر این دنیا و ما فیها کنید. ساقی این بزم بی پرواست مستان، بعد از این چشم مخمورش به یاد آرید و مستی ها کنید. غیرت آن قامت رعنا بلند افتاده است، یک سر مشکان اگر مردید سر بالا کنید. می کند یک دیده بیدار کار صد چراغ، روزنی زین خانه تاریک بر دل وا کنید. بیدل همچنین از موسیقی شعر و انتخاب بحر متناسب با محتوا هیچ وقت غفلت نکرده است، هرچند بیشتر شعرهای هندی از آن غافل ماندند. شاید بهترین راه برای درک تأثیر وزن و موسیقی در القای معانی و برانگیختن عواطف این باشد که یک مضمون در دو بحر گوناگون سروده شود، مانند اشعار اقبال لاهوری که یک مضمون واحد را یک بار در قالبی قطعه وار و بار دیگر در قالب یک دو بیتی و در دو بحر متفاوت ساخته و سروده است. گوش کنید: ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم شد آه که من کیستم. موج ز خود رفته ای تیز خرامید و گفت هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. و بار دیگر وی همین مضمون را با اندکی تغییر در شیوه بیان در قالب دو بیتی آورده و چنین سروده است: چه پرسی از کجایم چیستم من، به خود پیچیدم تازیستم من. در این دریا چو موج بیقرارم، در بر خود نپیچم نیستم من. پیداست که این طغیان روحی در قالب قطعه با زبانی حماسی و مواج جلوه زیبا دارد و از ناآرامی و تلاطم دریا حکایت می کند.
در حالی که این مضمون در قالب دو بیتی که آرام و سربزیر است تناسبی با جوش و خروش و ناآرامی دریا ندارد و بی رمق و آرام و خاموش است. تنوع موسیقایی شعر بیدل برای القای حس مورد نظر او عاملی کارساز و کارآمد است. به چند بیت از ابیات او توجه کنید. چون برگ گل ز بس پر و بالم شکسته اند، مکتوب وحشتم به پر رنگ بسته اند. عالم تمام خون شد و از چشم ما چکید، خوبان هنوز منکر دلهای خسته اند. درد عشق و مژده راحت، زهی فکر محال، این خبر یارب کدامین بی خبر آورده است. کیست تا سازد زراح و رسم هستی آگهم، عشق خاکم را ز صحرای دیگر آورده است. تپد آینه بس که در آرزویش، ز جوهر نفس میزند مو به مویش. تبسم، تکلم، تغافل، ترحم، نمی زیبد الا به روی نکویش. یاران و ادب دوستان صاحب دل، تا فرصتی و مجالی دیگر شما را به خداوند منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.